سری قبل در مسابقاتی که بین فوتبالیست‌ها در رینگ برگزار شد این چهره ارلینگ هالند نان مادر و شیر پدر رو حلال کرد و تونست CR7 مسی و همه فوتبالیست‌ها رو شکست بده. اما امروز در این رینگ CR7 مسی و بقیه میخوان بیان و بهش نشون بدن سری قبل پیروزیش کاملا شانسی بود. موهاشو زرد عقدی کرده آقای ارلینگ هالند، از بین تنافا عبور میده، سک و سینش میزنه، میگه من خیلی خفنم، برو تو آمون، برو تو مال این که خوریا نیستی. ارلینگ هالند دخت شده، میبینید که کاملا آماده مبارزه هست با شماره 9 منچستر سیتی. ببینیم اولین حریفش رو CR7 وارد امگاد مبارزه میخواد بشه و نشون بده که ارلینگ هالند مالی چک قریانی. CR7 لباس زیبا، نه چندان زیبا، یا نصر رو پوشیده و داره ادعا میکنه خیلی متاسفانه هوادارا باهاش همراهی نمیکنن. هوادارا هنوز تو کف ارلینگ هالندن متاسفانه. رونالدو داره رقص مرغی میره تا تمرکز هالند که اون پایین داره رقص پامیره رو به هم بزنه. نفر بعدی که در رینج خواهیم داشت به احتمال زیاد فرازمینی فوتبال کینگ لئو مسی خواهد بود، کسی که یک دنیای فوتبال عاشق اونه. مردم همه نیمخیز شدن، چه اتفاقی قراره بیفته؟ چه شیر و نان پدر خوری وارد می شود؟ لیونل مسی با کمربند قهرمانی جهان و لباس پاریس سن ژرمن وارد می شود، شخ و شونه می کشه برای هالند و رونالدو. با این قهرمانی ها نان پدر و شیر مادر حلال دلاور. دیگه چکه خوری اضافی بسه، رونالدو و مسی متحد شدن تا با هم بزنن هالند رو سرویس کنن. هالند زردختی مسی رو میبره گوشه، رونالدو داره اونجا صحبت میکنه، هالند میکشتش پایین. مدل موهای هالند تغییر کرده، رنگ موش هم یه دو مدل تیره تر یا روشن، در کله مسی رونالدو به هم میخوره. خدای من، هالند بازم رونالدو رو زد، مسی موهاش رو میکشه. الله اکبر از قدرت جام جهانی. مسی یه ضربه به کمر هالند میزنه، رونالدو اینه گول، رونالدو بزن، رونالدو باید میشه اپاش میگیره، میخوابونه هالندو. حالا هالند یه ضربه دیگه، یه جوری گریز دوباره میزنه. خدا همین اول کار هالندو میخوان شکست بدن که هالند با نهایت خوشبختی وای دست رونالدو رو شکوند. شیر پدر و نان مادر حرام دل نیاور آقای هالند، خجالت بکش. مسی انتقام گریس رو میگیره، اوه میگیره یه لنگش رو ویتیله پیچش میکنه. یا ابوالفضل این قول وحشی رو کی میخواد ببره؟ چی کار داره میکنه؟ اوه رونالدو دیگه جورجینو رو یادش نمیاد، افتاد. رونالدو به جورجینو فکر کن، به توپ طلاهای جورجینو فکر کن و پاشو گریس، پاشو. مسی داره کتک میخوره، وای وای مسی، قلانه که مسی رو ببره، مسی یه حرکتی بزن و میزنه. مسی به یاد آنتونلا و ماتیو و پسراش بالا میاد. رونالدو از خارج رینج داره اونجا حسرت میخوره، این گول نروژی رو نمیشه زدش. رونالدو وارد میشه، اون یاد چکه خوری کنه، پسی میخوره. هالند خدای من، موهای زرد پاشو کجا گذاشته؟ الوای قنبولی های رونالدو ترکید، رونالدو دیگه نشیمنگاه نداره. اوه اوه مسی با استاک میزنه تو کله هالند، حالا میخوام بهش نشون بدن. اوه رونالدو میخواد تبدیل به از عمو تبدیل به چیز دیگه کنه هالندو، اما هالند به این راحتی ها نمیتونه ضربه بزنه. به هر حال کار سخته، بازی داره حساس میشه که با چک های خودمون گزارش کنه. ظاهرا دیشب در خیابون ارلینگ هالند جورجینا رو دیده و گفته جون، رونالدو غیرتی شده و
قرار دعوا گذاشته مسی آورده، حالا رونالدو میفته نشون میده که پرتغالیا چقدر غیرتی هن. آه 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 حالا موهای زرد عقلیش به زودی همه کنده میشه. مسی اومد یه حرکت بزنه و زد ترکون. اوه لنگش رونالدو گرفته، یه حرکت به گنبولی های هالند میزنه، رونه هالند گرفت. خدا قوت دلاور، نان پدر و شیر گاب حلالت باشه. به به گوشت گابایی که استیک میکنی حلاله. وای هالند بازم داره پیروز میشه، لگد میزنه به کمر رونالدو. این نروژیا همشون وایکینگ بودن، به خاطر همین انقدر قویه. آرژانتین چی داشته واقعا؟ باز هم مسی رو داره میزنه. ای وای انگشت کوچیک، انگشت ازدواج مسی رو شیکوند با کمر مسی. آنتونلا به گریه افتاده، خدای من. جورجینیو داره از این تماشا کردن میگه کیریس 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 مسی، و آنتونلا رو به وجد میاره، داره کار هالند رو تمام میکنه. و تمام و تمام که داشت نمیشد. نه اجازه کارو نداد هالند. آخ 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 آنتونلا از بین جمعیت میگه فرازمینی من خوشگل قشنگ من. وای 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 رونالدو خوب کتک نمیزنه، همش داره فرار میکنه، باید یه ضربه دوتایی بزنن. مسی داره انواع اقسام روش های فرازمینی و روی پیچی بود دیگه، و ضربه فوقلاده رونالدو یکی میزن دهنش. مسی پاها رو گرفته میاره بالا، بالا و پایین میشکونه. حالا رونالدو سر و گردن حریف رو در اختیار میگیره، یه ضربه به قلوگاه این بازیکن میزنه، قلوهشو میگیره و میترکونه. خدای من مسی مثل شهاب سنگی که آتشینه از آسمان روا میشه. الله اکبر به قدرت اتحاد شماره یکای فوتبال، گوتای فوتبال با هم متحد شدن. مسی خرسواری میگیره از هالند، مسی خرسواری گرفت، خر جفتک انداخت هالند، مسی افتاد پایین، بیخیال نیست این موقتی. یه حرکت عالی از مسی، پای هالند رو میگیره، دو سه، و هالندی که تسلیم نمیشه. کریس رونالدو میگیره هالندو بلند میکنه، یه پا دو پا مسی داره میگه خوشحال باشید. رونالدو کتفشو میگیره، مسی هم از اون سمت میاد. اوه مسی نذاشت رونالدو کارو تموم کنه. واو هالند داره هر شیرینی پیروزی که بود و بالا میاد. تموم کار، یک دو سه، نمیشه. رونالدو کار خودت، مسی خستش کرده تو خاکش کن. رونالدو حرکت فرقون زمانی رو روش اجرا میکنه. یا بالفاز اون کارتون مای هیرو رو که اونجا میبینید مال جورجینایه، او نوشته یه این هالند عجب گولیه، اندازه کل عمر من کتک خورده تو دو دقیقه ولی نمرده. مسی حرکت فرقان برگردان میزنه. رونالدو ظاهرن دیشب خوب نخوابیده، نصف مسابقه کشتی‌کج رو خواب بود آقای رونالدو. نکو میزنیم تا جذاب‌تر بشیم. حالا حرکت از مسی، چه حرکت فیکی میاد هالند. مسی داره اون گوشه کتک میخوره، رونالدو داره میگه جورجینا کجایی، دلم برات تنگ شده. آخ مسی 4 ثانیه، رونالدو بیا بالا. مسی دهنش پاره شد، رونالدو بیا. وای مسی دیگه نفس نداره. رونالدو ببینیم بالا میاد بالاخره یا نه. میاد بالا، میاد بالا، مثل همیشه کامک. رونالدو نمیر، نباز با توپ آزاد کن، ما آزاد میکنه. مسی پایین، حالا مسی داره خواب آنتونلا رو میبینه. یا پیغمبر، سردختی رو میزنه، رونالدو میخوابونتش زمین، پاشو میگیره. یک
سه و تمام و تمام. نان پدر و شیر جورجینا نفچیز، ببخشید مادر، حلالت رونالدو. نان پدر و شیر آنتونی، حلالت مسی. درکوندن حریفو، انتقام خودشونو از هالند توی رینگ گرفتن. اگه دلتون میخواد بازم کشتی کش بین ستارگان فوتبال داشته باشیم، از این ویدیو استقبال کنید. عشقی.